فصل هفتم. درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پرکایی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اولان چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، وانگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگد مال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت، خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت، من هرگز شما را نمی‌شناسم. از من دور شوی، ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و با آنها عمل می‌کند، مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده با آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید،
مردم از تعالیم او متحیر شدند. زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد.